خواست دونات درست کنه، خواستم فیلم بگیرم براتونه، ولی گفت چون اولین باره بذار یه بار تمرین کنم بعدم. خودش میگه شبیه چی شده؟ بامیه شد دونات میگه نشد. شبیه بامیه شده. نه به نظر من که خیلی خوب و خوشمزه است، خوشمزه به نظر میاد. بچه من خوردم خیلی خوشمزه بود، عالی بود. اینجوری شد. بیاییم پیورتر؟ بیا. بافتش هم خیلی خوبه. من قرار بود دونات بشه. گربه ما نیست، گربه ما نیست، گربه معلمون میاد تو ساخته های باش دعوا میگه ببین کجا رفته. خوش میگذره؟ گوگور دیر کرده. خوبه جاز؟ بچه ها اینجا اتاقیه که کلیپامو اینجا میسازم، اتاق کارم شده. بعد و بعد این پرده سبزشو عوض کنم، یعنی پرده سبز خودم زده بودم ولی باید کرماکی بزنم، وگرنه تو همین اتاق کوچیک براتون تولید محتوا میکنم. دوباره مشغول دیدن سریال لاست هستیم با پوفیدا. پوفیدا و لاست برنامه هر شب ماست. اولی خدایی چه سریال باحالیه ها، خیلی خوش آمد از این. سلام بچه ها، خوبید؟ خوشید؟ چه خبر ها؟ ببین امروز میخوام برم مهمونی، به خودم آرایش کردم، بعد دیروز گفتم فردا که میخوام بیدارشم مثلا چیز بلنشم آرایش کنم حتما یادم باشه که فیلم بگیرم با بچه ها حرف بزنم، بچه ها یوتیوبم و اینا، اینجوری بهتره. یا مثلا چند تا تکنیک آرایشی که یاد گرفتم به بچه ها یاد بدم. بعد دیگه آرایش کردم تموم شد، بعدم یادم افتاد که میخواستم فیلم بگیرم. همیشه این اتفاق میفته ها دیگه. همین بعدش هم که موهام هم درست کردم، وقتی میخوام برم مهمونی مخصوصا الان که موهام کوتاهه همیشه دعا میکنم خوب وایسه، چون حالت عادی موهام فرش خیلی خوشگل وای میسه وقتی هیچی نمیزنم. حتی الانم هیچی نزدم به موهام، ولی مثلا بعضی وقتی که میخوام برم مهمونی فرش بد میشه و فلان و اینا. بعد الانم که کوتاهه اگه بد وایسه دیگه خیلی بد میشه، ولی فکر کنم امروز فرش خوب وایساده. این برم این قسمت کچلشه. به نظرتون این مدل مو بهم میاد؟ خودم یه روز فکر میکنم میاد، یه روز فکر میکنم نمیاد. بعد مثلا میگم اگه میاد بهم این مدل یک سال بذارم این مدل بمونه، اگه که نه موامو بلند کنم مثل مدل قبلش بشه. البته مهم اینکه بلند نمیشد، همیشه تا یه حدی بلند میشد، ولی خب انقدرم دیگه کوتاه نبود موهام. جو ببینید چه چیز خوشمزه‌ای درست کرده نیما. چیه نیما؟ نه عمم داده، بهش میگن توی فطیر مسکه، مسکه یعنی کره، فطیر کره. خب اینا رو تو همون سمت خراسان شمالی میخوردن، یه فطیری بهش میگن قتلمه، لایه به لایه است، لایه به لایه کره میریزن، شکر میریزن، بعد کره فراوونا، بعد میذارن تو قابلمه، قشنگ اینجوری پخش میشه. حالا من کم ریختم. بعد اون زمانا صبح میخوردن، میخوردن میرفتن حالا بیرون و فلان، ولی روش دوغ میخوردن چون این فشار رو میاره بالا، دوغ فشار رو میاره پایین. بابا چای داری میخوری؟ مدرنش کردی. تو روزای گرم تابستون فقط چی میچسبه؟ بله آبجو خیار. یه آبجو خیار خوشمزه بخوریم و بعدش هم بخوابیم. هر وقت آدم آبجو خیار میخوره بعدش مست خواب میشه با سبزی تازه. خب دیگه جای همتون خالی، کم کم دیگه این آبجو خیار داره آماده میشه. البته نیما ماس میزنه، ولی ماسشو باید کمتر بزنه، دوغ بیشتر باید بزنه، چون هر چقدر که آبجو خیار دوغش بیشتر باشه خیلی خیلی خوشمزه تر میشه. بقیه مخلفات هم که بهش اضافه کرده. کشمش و فلفلم یادتون نره که توی آبجو خیار بزنید. آها این دوغش هم اضافه کنه، چون این دوتا گرمیه و گردو هم یادتون نره برای آبجو خیار. بچه ها یادتونه میخوارم یه برام دستگاه گرفته بود برای یه چیز، این دیگه این دستگاه برای لیفت و پاکسازی پوست و اینا. البته بهش میگن اوتو پوست، مثل که پوست رو اوتو میکنه. حالا میخوام چیز ازش استفاده کنم، بعد
طرز تهیهش خوندم نوشته بودش که قبل از استفاده یه ژل مخصوصی داره، میتونی اونو بگیری یا از ژل آلوورا میتونی استفاده کنی. یه مدت این چند روز همش رفتم بیرون ضد آفتاب زدم و یک دو بارم کرم پود زدم، احساس میکنم که پوستم نیاز به یه پاکسازی داره حتما. حالا اینو انجام بدم ببینم چجوریه. ببین اولیش برای لیفت صورته، دومیش مثل که پوست رو نرم میکنه نم اینا، سومیش برای پاکسازیه. نه چه خبرته؟ اول نکن میزن، این برای پاکسازیه خیلی هیجان داره. نه میبین مثل این کسیفی های پوست رو پاک میکنه. خوبه ها بچه ها، برم یه دستمال بیارم. دستمال هست کسی پیاشی که برمیداره رو. خیلی دستگاه خوبیه. احساس میکنم همچه داره پوسته. ببین احساس میکنم ولش کنم خودش میره بالا. خیلی عجله داره. کسی پیاشی پوست رو پاک میکنه دیگه. احساس میکنم دستم عصبانیه چیزش زیاده. خب پوستم پاک شد، لیفتشو میذارم. اولیه برای لیفت پوسته، اینه زیاد چیز نداره. اینه گفت ازادش میخوابه. اینجوریه دیگه. این هم داره خب این برای لیفت هم مثل که خوبه. کلا احساس میکنم دستگاه خوبیه در کل. اون چیزش خیلی بامزه بود، این پاکسازی خیلی بامزه. اینقدر تندو حرکت میاد ولش میکرد، فکر نه ولش با خودش میره بالا. من اینجا میبینی جای جوش دارم. باش عزیز سکوت کن یه لحظه. ببین من بچه بودم آبل مرغون گرفته بودم، اونم گفتم بهتون یا نه. بعد خواهرم فکر کرد من جوش زدم، مثلا جوش بلوغ و ایناست. بعد چیز تو مثلا بخوام برم دکتر و اینا، خواهرم بعد مثلا کلی هم با چیز خواهش میکنم من جوشا بهتر کنم، یکی دو تا سه تا فلان اینا. بعد گفتم باشه. بعد یه چیز که بعد پاکسازی هم میکرد دور و برش با الکل و اینا. بعد داداشم اومد به منم رفتیم دکتر و بعد چیز بعد دیگه دکتر بهشون گفتش که آبل مرغون اینا جوشه آبل مرغون بود که خواهرم برداشت کند و یه مقدار جاش مونده، جای جوشا مونده اینجا. اصلا مهم نیست، قبلا اینقدر ناراحت میشدم بخاطر این جای جوشام، ولی الان دیگه برام اصلا مهم نیست. احساس میکنم پوستم داغ شده ها، این دستگاه داغ نیست ها. احساس میکنم جریان خون زیادی چیز داره، داره حرکت میکنه زیر پوستم. سلام بچه ها، دیروز گفتم دارم یه مهمونی، میخواستم کلی فیلم براتون بگیرم یادم رفت. غذا رو دیدم یادم رفت. حالا من همیشه غذا رو میبینم اول به همه میگم وایسی من عکس و فیلم بگیرم بعدم بخورید. نه چرا یادم رفت. بعد دیگه دارم لاک میزنم میخوام برم پیاده روی. ببین الان یکی از دوستام زنگ زد یه خبر خیلی خوب بهم داد، انقدر خوشحال شدم، انقدر خوشحال شدم که نگم براتون. میدونی چی بوده؟ دوست من چند سال پیش ام اس گرفته بود، چندین سال پیش. بعد خیلی هم خودش دختر چیزی بود، خودخور و حساسی بود که وقتی این مریضی هم گرفت اصلا حالش بدتر شد، انقدر افسرده شد، اعتماد به نفسش اومد پایین، حتی یه مدت هم با هم رابطه نداشتیم. خب اونقدر هم صمیمی نبودیم. بعد دیگه این داروهای شیمیایی استفاده میکرد و پیشه مثلا دکتر میرفت آمپول میزد رو شکمش و اینا، مثل اینکه در کنار اون درمانی که داشته یکی بهش پیشنهاد میکنه یه دکتر رو برو که دکتره توی چیز کرج نه نزدیک قزوین نظرآباد. این دکتره چند سال پیش یکی از فامیلی منم که همین مریضی داشت پیشش رفته بود، درمان شده بود کاملا، مثلش از بین رفته بود. حالا اینم رفته بود میگه من دقیقا طبق دستورهای دکتر عمل کردم،
و این دکتره فکر کنم چیزش اینجوریه، مثلا کارش اینجوریه که گرمی چیز دمنوشه گرم میده فکر میکنه و ماساژ و با اینا درمان میشن. و دختره دوستم میگفتش، گفتم مطمئنی حالت خوب شده؟ گفت ببین رفتم عکس انداختم از مغزشون مثل که عکس باید بگیرم. بعد اونایی که ام اس دارن مثل که یه سری نقطه های سفید هم چی چی تو مغزشون نشون میده. بعد میگه کاملا اونا رفت از بین رفته بود، حتی دکتر خودم تعجب کرد که من حالم خوب شد. ببین دکتره گفته بود مثلا فکر کرده با این داروهای شیمیایی و این آمپولا خوب شده. میگه بهش گفتم اینجوری و اینا، اولش قبول نمی که بس خودش تعجب کرده بود. بعد گفت آره این ام اس هم خوب شد، انقدر حالم خوبه، انقدر فلان، انقدر خوشحال بود. منم انقدر خوشحال شدم بودم خدایا ان شاء الله دیگه هیچ بیماری تو دنیا وجود نداشته باشه، همه مریضا شفا پیدا کنن، ان‌شاءالله همه حالشون خوب بشه، همه حالشون خوب بشه، خوشحال باشن مردم، دلشون شاد باشه، سلامت باشن. الهی آمین. نخون لاکامو خیلی بد میزنه، البته بد نمیزنه، لاکامو سری نوکاش میپره. همین دیگه، منم دیگه برم پیاده روی. غذای خوشمزه خونه مامان، به 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 به، خورشت قیمه بادمجون. اینجوری هم تلخی های این لیموها رو میگیره. سلام بچه ها، چطورید؟ امروز اومدیم تولد، بگو تولد کی؟ این دختر تولدی خوشگه، اصل خالشه، عروسک خالشه. قربونت برم اون لباس و مای خوشگلت. دختر جاریم، دختر جاریم نیستش که، خواهرزاده گلمه، عروسک. قطع کنم دیگه خوش. بازیگر نقش دختر جاری. داره این قسمت موهام بلند میشه، این قسمتش هم که این قسمتش مطمئن باشه بلند نمیشه، ولی این قسمتی که کوتاه بلند میشه که کلا گند زده بشه به مدل موهام. عروسه که خاله چند سالش شد؟ وارد 13 میشه، ولی من فکر کنم 12 حالا هرچی خود سلا بیده. 15 چطوره میخوای بذاریم 15 سال؟ تو کوچولو موچولی جوجه، جوجه کوچولی خاله عروسک. دوربین دوست نداری نگاه کنی؟ اصلا 12 سال پیش این موقع با خالدش کشکی می‌گرفتی. آره عزیزم، گولی بود، اینقدر بود وقتی به دنیا اومد، یه لب بود فقط، یه صورت سفید سفید، یه لب گونده لوی عزیزم، دورت بگردم. جوجه خجالت میکشه. بچه اتاق ساینا رو ببین چقدر گوگلی و قشنگ چیده، چی بامزه است. به خودش میگم بیا اینجا، نمیاد. بیا خاله ساینا جون، عروسکشون رو کن چی بامزه است. خب وقت شام تولد سارینه قشنگ رسید با دستپخت خواهرم، خواهر خوشگلم که غذای فوق العاده خوشمزه درست میکنه. به به، تهجین رو نگاه کن، آدم کیف میکنه. و باقالی پلو تهدیگش رو میبینی با آدم حرف میزنه. اینم از گردن خوشمزه است، جای همتون خالی. اینم کیک تولد این جوجه خوشگل منه که 12 سال شده ولی دوست داره که شمع 13 سالگی بذاره. این خرسه که شبیه خود ساینه خوشگله عروسک. سلام بچه ها، من با دوستم داریم میریم پیش همون دکتری که گفتم توی نظر آباد دوستم ام اس داشت باش درمان شد و اینا. با یکی از دوستان تعریف کردم، ایشونم میگرن داره، بعد زنگ زد به دکتره، دکتر گفته آره ما درمانشو داریم، حالا داریم میریم اونجا که دوستم داروهاشو بگیره، ماساژشو بگیره و انجام بده ببینه حالش خوب میشه یا نه. و هوام خیلی خنکه امروز، فقط هر چی میریم نمیرسیم، چقدر دوره. به ما گفتن نظرآباد ولی خیلی فکر کنم دورتر از خود نظرآباده. فکر کنم دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم. آره دیگه رسیدیم، خدا رو شکر. این پشت پژوهر فکر کنم خودش خب رسیدیم مطب دکتر، اینجا بشینیم تا دوستم بره برای معاینه و همین که دارو و ماساژشو بگیره. خب ما کارمون تموم شد و اومدیم، حالت میگم پیکنیکی شد برای ما، یه ذره استراحت کنیم دوباره راه بیفتیم. خب دیگه بریم کم کم به خونه برسیم.
و امیدوارم دوستام که اومده از این دکتر، این دارو، این ماساژ گرفت، زودتر حالش خوب و عالی بشه. خدا حافظ.